خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دومی که توی پایپلاین در واقع مزاحم ما برای رسیدن به یک تونه پرفورمنس خوب میشه، بحث کنترل هازارد ها یا برنچ هازارد است. توی پایپلاینی که با هم دیگه برای پردازنده میپس درست کردیم، در مرحله فچ پی سی آپدیت میشد و دستورالعمل خونده میشد، در مرحله دیکود و رجیستر رید دستورالعمل دیکود میشد، رجیسترهای مورد نیاز هم قرائت میشدند، توی مرحله اگزه آلیو ما نشسته بود برای انجام عملیات ریاضی و منطقی، تو مرحله مم دسترسی به حافظه بود، و چیزی که من فعلا اینجا رسم نکردم مرحله رایت بک هست برای نوشتن رجیستر. توی دستور برنج قرار شد که عملیات مقایسه دوتا مقدار توی آلیو انجام بشه، نتیجه به عنوان آلیو زد وارد رجیسترهای بین پایپلاین اگزه و مم بشه، با فرض این که در مرحله کنترل به ما اعلام شده است که این دستورالعمل آیا برنچ و اون هم از نوع برنچ ایکوال یا برنچ نات ایکوال هست، و این تنها اطلاعاتی بود که ما میتونستیم در اینجا تصمیم بگیریم بفرستیم، این دوتا خط کنترلی این که این دستور برنچ هست و دستور برنچ ما از نوع برنچ ایکوال و برنچ نات ایکوال هست وارد این مرحله میشد. یه دونه مدار منطقی خیلی کوچیک کنترلی داشتیم، استاتوس آلیو زیرو رو از مجموعه میگرفت، خط برنچ ایکوال برنچ نات ایکوال رو از مسیر کنترلی ما میگرفت. اگر دستور برنچ باشد و اگر شرط مربوط محقق باشه آلیو صفر باشه، آلیو ببخشید نتیجه صفر باشه توی برنچ ایکوال و نتیجه صفر نباشد، نتیجه مساوی نباشد توی برنچ نات ایکوال، خط پی سی سورس در اینجا تغییر وضعیت میده و از اونجایی که همیشه پی سی آپدیت میشود، این دفعه است که پی سی پرش میکنه. این اتفاق در انتهای پالیس ساعت رخ داد. تا بدین جای کار معنی کار این است که اگر من یک تونه دستور برنچ ایکوال با شرط محقق داشته باشم، دستور بعدی ما یک دونه دستور اد باشه، دستور بعدی ما یک دونه دستور اند باشه، دستور بعدی یک دونه دستور اور باشه، در یه همچین قطعه کدی به این شکل برنچ ایکوال اد اند اور اکس اور و ال یک، برنچ ایکوال روی ال یک، ما به جای این که آنچه که توقع داریم که بعد از برنچ ایکوال در حالت تحقق شرط دستور بعدی دستور باشد که در لیبل ال یک نشسته انجام بشه، اتفاق ناگواری که میفته این است که دستور برنچ ایکوال سه تا دستور بعدیش مستقل از این که شرط محقق باشد یا محقق نباشد انجام میشه و سپس به دستور ال یک میرسیم. چرا؟ برای اینکه فاصله استیج های رجیستر پی سی که خوانده می شود و نوشته می شود، سه تا استیج با هم دیگه فرق داره. همین اتفاق توی رجیستر فایل می افتاد، باعث می شد که رجیستر ما دیر آپدیت بشه، مسائلش رو حل کردیم. این دومین جایی است که یک تونه رجیستر در یک استیج خوانده می شود، در یک استیج دیگری نوشته می شود و این دوباره می تونه باعث دردسر برای ما بشه. اولا به این تأخیر گفته میشه برنچ دیلی اسلات، یعنی تأخیر دستور برنچ اهم از این که شرط محقق باشه یا محقق نباشه. از اونجایی که فاصله این دست فاصله استیج خوندن پی سی با نوشتن پی سی توی دستور برنچ سه تا استیج با هم دیگه فرق دارن، برنچ دیلی اسلات ما مساوی سه تا دستور العمل.
راه حلای قضیه چیه؟ راه حل اول این است که صورت مسئله رو پاک کن. راه حل اول این است که صورت مسئله رو پاک کن. در یه پایپلاین ساده به این شکل ما نمیتوانیم دستور برنچ با دیلی اسلات صفر داشته باشیم. پس برگردیم در طراحی دستورالعمل هامون بگیم همه برنچ هامون دیلیت هستن. در این صورت تغییر مفهوم دستور برنچ یعنی چی؟ به دیلیت برنچ. پایپلاین داره این کار رو میکنه. من تو هیچ پیاده سازی پایپلاین امکان صفر کردن این ندارم. امروز انتهای راه حل اگه انشالله بتونیم برسیم یا حداکثر جلسه آینده خواهید دید که مسئله برنچ هازارت ها چیزیست که ما بایستی باش زندگی کنیم. امکان حذفش نداریم. این کاملا برخلاف دیتا هازارت ها بود که همگی رو رفع کردیم غیر از یک مورد که مجبور بودیم یک تونه بابل اینجا. این چیزیست که در پایپلاین رخ میدهد. پس به جای اینکه تلاش های آینده رو بکنیم که خواهید دید که هر کدومش باعث پیچیدگی های مفصلی میشه، ما بیایم از اول بگیم دستور ما دستور دیلیت برنچه. دیلی اسلات رو هم مشخص کنیم، بگیم جناب مصرف کننده هرگاه شما خواستی از دستور استفاده کن مراقب باش تو دستور بعدی ناخودآگاه اجرا میشود. اگر میتوانی برو کد خودت رو ریوردر کن که از این اسلات استفاده بشود. اگر نمیتوانی دستور ناب بگذار. اگر این کار رو بکنیم در این صورت این سوال پیش میاد که آیا میشود دیلی اسلات رو کاهش بدیم؟ در مورد الان صحبت میکنم، چون این دیلی اسلات چند تا قدم دیگه ما رو اذیت میکنه. بذارید من دو تا راه حل دیگر هم بگم بعد برگردیم به دیتا، پس ببینیم میتونیم دیلی اسلات رو کاهش بدیم. دو، کنترلر بیاد بعد از هر دستور برنچ به اندازه دیلی اسلات پایپلاین رو متوقف کن. دستور برنچ من یک تنه دستور دیلی نیست. وقتی به جای کنترلر رسید در اینجا، به جای اینکه دستور اد، اند و آر رو من اجازه ورود بدم، به واحد پشت سری خودم بگم که خط پایپ رو نگه دار. سه تا بابل تو سیستم اینجکت بکنم، دستور برنچ به نقطه خودش برسه، تکلیف من روشن بشه. اگر من به جای اینکه دستور اد رو بیارم اینجا یک دونه بابل اینجکت میکردم، به جای دستور اند اینجا یک دونه بابل اینجکت میکردم و به جای آر یک دونه بابل اینجکت میکردم، در کلاک بعدی آنچه که انجام می شد یا دستور اد بود یا دستور در L1 بود. فرض کنید در L1 دونه دستور ساب داریم. یعنی همیشه کنترلر با عنایت به این که دستورالعمل اجرای دستور برنچ با تأخیر مواجه میشه، به جای اینکه پایپ رو پر بکنه و ما متوجه بشیم که ایده غافل بعد از سه تا دستور رو ناخودآگاه اجرا کردیم، بیاد پایپلاین رو متوقف کنه. من کماکان مثل جلسه قبل میخوام در مورد این توقف پایپلاین توضیح بدم. بعضی وقت باعث سوء تفاهم میشه. وقتی میگیم پایپلاین رو متوقف کنیم، معنیش این است که در واقع استال کنیم، معنیش این است که از این استیج به قبل هیچ دستورالعمل جدیدی رو فچ و دیکود نکنه، ولی از این استیج به بعد به کار خودشون ادامه بده. ساده ترین کار برای این منظور این است که ما از قسمت دیکود به پی سی میگیم که پی سی آپدیت نشه.
چون اگه پی سی داشت آپدیت میشد چه اتفاقی میافتاد؟ میشه دستور بعدی و پیش میره دیگه. اگر پی سی رو من اجازه آپدیت بهش ندم، اتفاقی که میافته این است که سر همون دستور قبلی میره. یه لحظه نگاه کنید که من اینجا برنچ دارم، این داره الان اد رو چیکار میکنه؟ فچ میکنه. اد رو که فچ کنه میخواد بره سراغ دستور بعدی، ولی به جای اینکه اد رو فچ کنه، من بهش اجازه آپدیت شدن پی سی رو ندم، اجازه نوشته شدن و آپدیت شدن این رجیستر رو هم ندم. معنی قضیه چیه؟ معنی قضیه این است که این دستور قبلی من که برنچ هست میمونه و پی سی به دستور بعدی نمیره، هنوز سر اد وای میسه. اگه این کار رو سه بار تکرار کنم، یا پی سی سر دستور اد باقی مونده یا آپدیت شده و رفته سراغ دستور است. پس وقتی میگیم پایپلاین رو استال کنیم داخلش بابل بفرستیم، معنیش نیستش که کل پایپلاین رو همین طرف سمت چپ رو و هم سمت راستش رو متوقف کنیم، بلکه سمت چپش متوقف شده است که این پایپلاین راه بره جلو و راه رو باز کنه برای آپدیت شدن. جلو داره کماکان حرکت میکنه. دستوری که گفتیم بعد از برنچ اجرا اگه سب کنیم چی؟ بذاری من سنگ بناهامو بچینم تا انتها. اجازه بدی من سنگ بناهام بشنم. فهم شما کاملا درست. اینجا هم اهمیت پیدا میکنه تلاش کنیم که دیلی اسلات رو کاهش بدیم. ببینید دیلی اسلات هر چقدر بیشتر باشه تا به اینجای کار خسارت پایپلاین منه. چه اونجایی که به یوزر گفتیم، اینجا گویی به یوزر گفتیم، یوزر یه درصدی از دستورات اینجا رو پر کرده، یه جاهایی رو هم نتونسته دیلی استات پر کنه، عرض به خدمت شما که این کاری نمیتونه بکنه. ما حقیقت توی این درس، توی گرایش کامپیوتر که دانشجوها یه مقدار دانش کامپایلر و یه مقدار دانش اسمبلی میدونند، معمولا حتی وارد کد ریوردرینگ هم میشه. یه کد به دانشجو میدیم، بعد میگیم بیا هر چقدر میتونی ریوردرش کن که دیلی استات برنچت پر بشه. یه قسمت قابل توجهی از برنچ ها توی لوپ هست دیگه، فور آی مساوی اسف، آی کوچکتر از 1000، آی پلاس پلاس، یه حلقه ایست که در یه جایش داره آی رو با 1000 مقایسه میکنه و برنچ میکنه، و این احتمالا این آیه و این مقایسه با قسمتی از بدنه لوپ مستقله، لذا اونجا کد ریوردرینگ خیلی رسمی میشه انجام بشه. تو حلقه های وایل، حلقه های دو، همه اینها یه تهش برنچی داره که به ما اجازه میدهد که اونجا کد ریوردرینگ خوبی انجام بدیم. میخوام بگم که اتفاقی که اینجا میفته خیلی هم بد نیست. درسته ما این دستور رو عوض کردیم، من این رو به عنوان پاک کردن صورت مسئله گفتم، ولی کامپایلر میتواند با کد اپتیمیزیشن تلاش کنه که از این دیلی استات استفاده کنه. بعضی جاها هم نمیشه. برخلاف این راه حل، این دائما داره استحل میکنه. اگر اینجا یوزر میتوانست از دیلی اسلات استفاده کنه، ما جلو دستش رو گرفتیم و این خبر خوبی نیست و اینجا متوقف شده است که این اتفاق نیفت. در هر دو مورد دیلی اسلات یا همیشه یا گاهی اوقات باعث ضرر پایپلاین ماست. یعنی ما یک دونه یک کلاکیست که هیچ دستورالعملی انجام نشده و هیچ کاری توی سیستم انجام نشده. لذا مثل اینجا یکی از انگیزه ها این است که دیلی اسلات کاهش بده کن. مشخصا تو این پایپلان یه ایده خوب برای کاهش دیلی اسلات چیه؟ توجه کنید من برای پی سی احتیاج به برنچ ادرس دارم. این برنچ ادرس بایستی پی سی به علاوه 4 رو که ما بعضی اوقات اسمش رو میذاشتیم نیکس پی سی بیاد و با مقدار ایمیدیت جمع کن. از نظر در اختیار داشتن رجیسترها این کار هم میتواند در اینجا انجام بشه و اینجا نتیجه رو بگذاریم، چون این پی سی سورس فقط داره ماکس رو مشخص میکنه. این برنچ ادرس هم میتواند از اینجا بیاد وقتی این خط کنترلی اینجاست، و هم از نظر داشتن اطلاعات رجیستری هم اینجا میتونه رخ بده. من در اینجا نکس پی سی رو دارم، آی آر رو هم دارم. اگر این دستور برنج باشه، فیلد برنجش، فیلد دیسپلیسمنتش مشخصه 16 بیت پایینش.
پس امکان محاسبه برانچ ادرس هم تو این استیت وجود، هم تو این استیج وجود دارد، هم در این استیج. ما گذاشتمش تو این استیج، در اینجا هم ازش استفاده کردیم. از نظر محاسبه برانچ ادرس امکان کاهش این دیلی استات از 3 تا به 2 تا وجود داره. بتونیم یه استیج بریم جلوتر، بیش از این نمیتونیم کوتاهش کنیم، چون بالاخره از کنترلر کاریش نمیشه کرد. ببینیم آیل یو زد رو میتونیم حساب کنیم یا خیر. یه لحظه نگاه کنید که برانچ ایکوال برانچ نات ایکوال یکی از ظرافت‌های طراحیش این است که بین دو تا رجیستر و صرفاً شرط تساوی و عدم تساوی، شرط تساوی و عدم تساوی XOR کردن بیت به بیت اینها یک کاریست که نیاز به کری پروپاگیشن و دیلی مربوط به کری پروپاگیشن نداره. این اگه بزرگتر کوچکتر بود کار خیلی سخت‌تر بود. لذا این امکان وجود دارد که من یه مدار خیلی ساده RD1 مساوی RD2 بگذارم اینجا و این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنم. این مدار چیزی نیست جز 32 تا XOR با همدیگه و این 32 تا رو با هم دیگه اند یا اور بکنه بر اساس اینکه بخوایم ایکوال یا نات ایکوال شده در بیاریم، بخوایم زد و غیر زد شده در بیاریم. پس امکان محاسبه تساوی و عدم تساوی آردی یک آردی دو با یک ریسورس جدید مستقل از آلیو در یک استیج جلوتر وجود شکی نیست. بایستی مطمئن باشیم این اتفاق باعث افزایش کلاک ما نمیشه، به نظر می آید نمیشود، ولی بایستی بررسی دقیق بشه برای اینکه اگه قرار باشد من این کار رو، ببینید این جمله بود که جلسه قبلم گفتم، اگه قرار باشد ما دیتا رو از جایی فوروارد بکنیم که کلاکمون دو برابر بشود، چیزی به دست نیاوردیم. اینجا هم قرار باشد من دیلی اسلات رو کاهش بدم، کلاکم چند ده درصد افزایش بده، چند ده درصد کاهش بده کنه و تاخیر بخورم، چیزی به دست نیاوردم. به نظر میاد این کار شده. اگر این اوصاف رو داشته باشیم با این شکل، آنچه که من با ماژیک سبز میکشم و این امکان وجود دارد که هم پی سی سورس، توجه کنید که این دفعه به جای این ما بایستی از اینجا خط برنچ ایکال برنچ نات ایکال رو بگیریم، هم پی سی سورس و هم محاسبه برنچ ادرس رو از این استیج انجام بدیم. توجه کنید که برای این استیج معنیش این است که جمع کننده نکس پی سی به علاوه ایمیدیت 16 ساین اکستند شده یه ضرب در 4 شده در اینجا اتفاق میفت. پس برای کاهش دیلی اسلات توی این پیاده سازی ما میتونیم به دیلی اسلات مساوی 2 هم برسیم. جهت اطلاعتون حتی دستور جامپ توی تعریف رسمی پردازنده میپس دارای دیلی اسلات 1، یعنی جامپ هم قرار است فش بشود سپس اجرا بشود، این قرار هست اینجا خوانده بشود، حتی اینجا دیکود بشه جامپ خیلی هم فوری عمل نمی کنه. در واقع جامپی که اینجا اجرا میشود دیکود میشود خودش شده دیلی اسلات 1 داره. این چیزیست که عرض به خدمت شما، اگر ما بخوایم در واقع توی پیاده سازی پردازنده های غیر پایپلاین توجیه و تفهیم دیلی اسلات برای شخص شنونده خیلی ثقیله. توی پردازنده هایی که پایپلاین نیستن دارن یه دستور پای سر هم اجرا میکنن، خب وقتی برنچه برنچ کن دیگه. مفهوم دیلی اسلات دقیقا از زمان پایپلاین ها مطرح میشود و ریشش اینجاست که ما داریم در یه جا تحلیل میکنیم و یه جای دیگه عمل میکنیم. راه حل شماره 3. راه حل شماره 3 عبارت هست از حاصل جمع راه حل شماره 1 به علاوه راه حل شماره 2. دستور برنچ براش استعل کنیم، دستور دیلید برنج
استل نکن. تو بعضی از پردازنده ها نمیاد این تصمیم رو به صورت قطعی بگیره، نمیاد این تصمیم رو به صورت قطعی میگیره، جفت دستورات رو به شما میده. جفت دستورات رو به شما میدهد، میگوید که اگر در شرایطی هستی که نمیتونی دیل اصلاحات رو پر بکنی، ناب رو تو هم نگذار، توی نرم افزار نگذار، به من هاردویر بسپر، دستور برنش بذار، به ازای دستور برنش من به اندازه دیل اصلاحات استل میکنم. اگر نه، میتوانی از دیل اصلاحات استفاده بکنی، دستور دیلی اسلات بهت میدم، در اونجا شما اسلات رو پر بکن و کماکان این برنج داره به صورت دیلید انجام میشه. در واقع دو تا راه حل یک و دو مانع الجمع نیستن، میتونن با هم دیگه جمع بشن، هستن پردازنده های. مشخصا چیزی که تو ذهنم هست این است که دی اس پی خانواده 354 تی آی جفت این دستورات رو داره، یعنی شما هم تو دستوراتش هم برنچش رو دارید، هم دیلی برنچش رو دارید، و این کاملا برمیگرده به تصمیم شما که از کدوم استفاده کنید. منطق حکم میکنه، چون یه نقطه منفی این بحث چیه؟ یه نقطه منفی دیلی اصلاحات این است که شما وقتی نمیتوانید دیلی اصلاحات رو با دستور مفید پر بکنید، عملاً دارین فضای پروگرامتون بیهوده با ناب اشغال میکنید دیگه، و این حجم مثلا کدتون رو زیاد میکنه، ممکنه آزاردهنده باشه. برای این دلیل میاد دستور برنچ رو برای شما میذاره، به ازای برنچ استل میکنه. میاد عرض به خدمت شما که دستور دیلیت برنج هم میذاری که شما ای توانستید اسلات رو پر بکنید، از اسلات استفاده کنید. روش‌های بعدی همگی مبتنی بر این قاعده‌اند. من نسبت به پرش و عدم ببخشید نسبت به تحقق و عدم تحقق شرط یه تخمین بزنم، اجرا کنم، اگر بعداً دیدم که تخمینم اشتباهه، اجرامو اصلاح کن. دوستتون یه نکته خوبی گفت، گفت وقتی دستور برنچ اینجا بود و من دستورات اد، اند و اور رو، من نمیدونم چرا اینا رو پاک کردم، حتی اگر دستور استور باشه، دستور استور نکتش چیه؟ نکتش اینه که توی این استیج تمام میشود، تمام دستورات میرن در این استیج تمام میشن. اگه نه داخل پایپ باشن، درسته که براشون یه کارایی انجام شده، این فچ شده، رجیستراش هم خونده شده، محاسبات جمعش هم انجام شده، آماده است نوشته بشه، این بنده خدا فچ شده، رجیستراش داره خونده میشه، این داره فچ میشه. من ابتدا بیام یه تخمین بزنم که این پرش رخ میدهد یا رخ نمیدهد. اینجا فرض کردم رخ نمیدهد، اجازه بدم دستورات وارد پایپ بشن، و اگر به این نتیجه رسیدم که نه این تخمینم اشتباهه، بیام و کل قبل رو خط بزنم. اصطلاحا گفته میشه که دستورات توی پایپ رو فلاش کن. چگونه فلاش کنم؟ این دستور اگه میخواهد رجیستری رو بنویسد، همه چیز رو محاسبه کرده، برم رجرایتش رو صفر کنم، دستور خونسا میشه، دستور کشته میشه. اگه دستور ممرید یا ممرایت، استیت من رو میخواد عوض کنه، مموری المنت ها که عوض بشن، استیت ماشین عوض شده، جمع کردن قبل از نوشتن در مقصد محتوای من رو عوض نکرد، استیت ماشین من عوض نکرد، حتی اگر ممرید مشخصا توی حضور کش اثرات جانبی داره، بیام ممرید و ممرایت، خطوط ممرید و ممرایت رو هم صفرشون کنم،
دستور عمل نمیکنه. اینی که روی جامپ و برنچ چگونه اثر بذاریم یه خود لازمه بعداً بهش نگاه کنیم. پس دستور برنچ رو ارسال میکنم توی پایپ. در نقطه دیکود یه تخمینی از تحقق و عدم تحقق شرط میزنم. پس قرارم بر چیه؟ قرارم بر این است که یک دونه تخمین تحقق یا عدم تحقق شرطه یه اسپیکولیشنه فقط پایپلاین رو بیام بر اساس تخمینی که دادم پر بکنم. دستورات رو اگر تخمینم اشتباه است بتونم چیکار کنم؟ بتونم حذفش کنم، فلاشش کنم. من این تو پرانتز بگم، من این که ممکنه بعدا یادم بره بگم، توی ساختارهای سوپر اسکیلر، تو ساختاری که ما چند تا مسیر برای اجرای دستورات داریم یا به هر دلیلی یونیت هایی داریم که می توانند همزمان کار بکنند، بعضی اوقات می آییم ما هم تحقق شرط و هم عدم تحقق شرط جفتش رو اجرا میکنیم، در انتها یکش رو انتخاب میکنیم. یعنی الان من چون یه دونه پایپلاین دارم بالاخره بایستی یا تحقق یا عدم تحقق یا تیکن یا نات تیکن رو چیکار کنم؟ عرض به خدمت شما یکیشو انتخاب کنم. ولی اگه دو تا مسیر داشته باشم و اگه این دو تا مسیر رو نتونم به اشکال مختلفی پر بکنم که هزار یک روش برای پر کردنش وجود داره، یه روش دیگه این است که من دو تا برنش رو جفت حالتش رو پیش ببرم. این اتفاق هم میافتد که شما میریم جلو، عرض به خدمت شما که در انتها تصمیم میگیریم کدوم نتیجه رو بگیریم. جلوتر که بریم شما خواهید دید که ما یه واحد صدور دستورات داریم که این وظیفه‌ش این است که مجموعه واحدهای اجرایی رو ما حد اکثر پر نگه داره. اینا هر کدومشون همراه یه رجیستر میان در انتها. یه واحد کامیت داریم که آیا این دیتا رو بنویس یا ننویس میتواند خیلی از داده ها که محاسبه شدن نوشتنشن من جمله اونایی که تو اسپیکولیشن باختند و چند تا شرط دیگری که جلوتر بریم باش مفصل تر صحبت. این قاعده کلیست: اسپیکولیت، اکزیکیوت و فلاش، یا در واقع روشت رو اصلاح کنیم و کنیم. اگه این رو بگذاریم سوال برمیگرده به این که این تخمین چگونه باشه. توجه بفرمایید که ما برای این که به این راه برسیم بایستی امکانات فلاش رو داشته باشه. اونی که من شما رو اونجا متوقع کردم همین بود. ما توی این سلوشن هامون امکان تخلیه پایپلاین رو نیاز نداریم، دستور همین گونه میره. ولی الان داریم یه فیچر به سیستم اضافه میکنیم، اجازه میدهیم که در اینجا که دستور برنچ ایکوال برنچ نات ایکوال میفهمد بایستی پرش بکند یا خیر. حتی اگر بیاد اینجا و دستور برنچ ایکوال برنچ نات ایکوال بخواد اجراش کامل بشه، بایستی همراه این اطلاعات اسپیکولیشن رو هم بفرستیم و در اینجا بهش بگیم که اگر تو خواستی پرش بکنی لازم پایپ رو فلاش بکنی یا خیر. یعنی که ما بعضی اوقات در واقع این وضعیت یه خود استاتیک، الان خواهید دید که ما ممکنه وضعیت تیکن و نات تیکن جفتش رو نگاه بکنیم. پس این امکانات، امکان تخلیه و امکان اصلاح عمل کردمون لازم. تا روش سه ای که با هم دیگه صحبت کردیم هیچ نیازی به این قصه نداشت. بعد برمیگردیم به این که این تخمین چگونه است. این تخمین
شما تو لیتریچر هم مفصل بحث برانچ پردیکشن رو میبینید، هم بحث اسپیکولیشن رو میبینید. این است که ما بیایم استاتیک برانچ پردیکشن بکنیم. ساده ترین وضعیتش همین پایپلاینه که این پایپلاین داره چی پردیکت میکنه؟ not taken داره پردیکت میکنه، درسته؟ پس در حالت این در حال ساده ترین حالت این است که پرش ها به صورت عموم not taken است. من اینجا دارم فرض بکنم که شرط رخ نمیدهد، امکانات لازم برای فلاش رو درست کرد. کدو می شود ریوردرش کرد که به این نقطه برسه؟ یه جا به جایی کد می شود انجام داد به شکلی که در واقع شما به این برسید. ولی تو روش چهار نکته‌ای که وجود دارد این است که همیشه داره فرض میکنه نات تیکنه. حتی اگر کامپایلر یک کدی داشته باشه مثل یه فوری که در اون بداند احتمالاً تیکنه، ریوردر هم نتونه بکنه، دستش بسته است. فقط یک راه داره برای این منظور، درسته؟ برای همین است که بهتر است ما توی استاتیک برانچ پردیکشن این امکان رو بدیم که هم شرط تیکن رو در نظر بگیریم، احتمالاً تیکنی که کامپایلر میدونه، و هم شرط احتمالاً نات تیکن کامپایلر رو. لذا شما توی پردازنده ها میبینید که در کنار دستور برانچ که پشتش فرض میکنه حدسش نات تیکنه، یه دونه دستور برانچ موست لایکلی دارید که این فرض میکنه برانچ تیکن. لازمه ما در اینجا دستور رو وقت این خودش کماکان یه دلیل اصلاحات تهمونده براش میمونه در احتمالاً واحد فچ، بیایم خیلی خیلی زود دستور رو دیکود کنیم. دیکود کردن دستورات ساده اشکال نداره و اینجا بریم بر اساس اینکه دستور اگه most likely هست همونجا PC رو آپدیت کنیم که عقب نیافتیم. شاید بخوایم بگذاریم بعدن این رو آپدیت کنیم مشکل مواجه میشه. لذا چه بسا مجبور میشیم که این برگرده. یه چیزی هم فراموش نکنید که ما توی همه خصوصا وقتی که دو تا حالت داریم آنچه که بایستی اگر مسیرمون خط خورد PC آلترناتیو رو بایستی یه جا حفظ کنیم. ببینید اگر من تصمیم بگیرم در این برانچ ایکوال، این برانچ ایکوال باشه most likely، در این صورت اینجا دستور در L1 اومده، اینجا L1 به علاوه 4 اومده، در اینجا L1 به علاوه 8 اومده. اگر این فلاش بشود من اینجا چی رو بیارم؟ بایستی آدرس این دستور رو یه جا حفظ کنم. دقت میکنید چی میگم؟ ببینید زمانی که ما دوتا امکان رو میگذاریم برخلاف حالت چهار که ما همگی رو نات تیکینگ فرض کردیم، میدونیم که اگه پرش بکنیم پی سی جدید از اینجا حساب میشه و نوشته میشود. ولی وقتی حالت تیکن نات تیکن جفتش رو میخوام تو فرض هم بیارم، علاوه بر امکان فلاش دو تا امکان دیگه لازم دارم. یک، احتمالاً اینجا بایستی اینجا بتوانم وضعیت تیکن رو حساب کنم که ساختار اینستراکشن های ما پیچیدگی نداره برای حساب کردنش، به راحتی می شود حساب کرد. و دو، پی سی که اگه مسیرم خط بخوره بایستی بیاد رو هم باید یه جا حفظ کنم.
درست شد. به عبارت دیگه همه این واحد اینجا برای محاسبه پی سی هست میشه، محاسبه پی سی میاد اینجا مینشنه پی سی نکست پی سی و نکست پی سی آلترناتیو اینجا با اس زپ بشه و فراموش نکنید همه این اطلاعات برن بعد برن تو پایپ زمانی که لازمه اعمال بشه. آره یا نه؟ اگر ما نه دیگه اگه اینجا بذاریم که اتفاق بعد نمیفته. اگه اینجا بگذار بله اگه اینجا بذاریم یه دونه دیل استات همیشه یکی داریم. ما جلوتر که بریم عمق پایپلاینمون بیشتر میشه. وقتی عمقمون بیشتر میشه دیل استات طولانی تر میشه، لذا یه دیل استات حداقلی خواهیم داشت، داریم دیل استات بزرگ رو هست میکنیم. اونجا رو ممکن هم هست استعل کنیم. دوباره بگید و ترجمه شده. یعنی اینکه هر دو تا رو اجرا کنیم آخر سر یک رو انتخاب کنیم بدونیم واقعا ارزش رو داریم نه درست. چطور ممکن ارزش نداشته باشه؟ این دستوری که مثلا پس این دستور طولانی هم اون چیزی که ما با روش اسپیکولیت کنیم از ایف همون با ایلس همون کلی فرق کنیم. آره ولی ما نهایتا به اندازه عمق داریم اجرا میکنیم دیگه. شما دو تا مسیر هم دارید، جفتشو داری اجرا میکنی. اینکه جفتشو اجرا کنی در هر نقطه تصمیم بگیرید از اون رو سلکت کنید کارتون پیش رفته. دستگاه توی ایفت ان ارس بالاخره یکیش خط میخوره، یعنی یه درصدی احتمال دارد که یکیش خط بخوره. درسته؟ نه شرطو دارم بررسی میکنم، نه اینکه بررسی کنم، هنوز جواب بررسیم نیومده. لذا به اندازه همش دعوا سر دیلی اسلات ها. اینجوری نیست که کل برنامه رو امروز اجرا کنیم فردا صبح بیام یکیش انتخاب کنیم. فقط به اندازه دیلی اسلاته، فقط گیرمون دیلی اسلاته. دیلی اسلاتو میخوایم پر نگه داریم. درسته؟ تا اینجا روشنه؟ من اصراری به این که پیش برم ندارم. یعنی اگر فکر میکنید که حتی بعد از نیم ساعت الان متوقف بشم حرفی ندارم. یعنی مهم این است که همه مطالب دقیقشون قدم های بعدی هایی داره سخت‌تر میشه، داره پیچیدگی خاصه به خودش میاد. تا اینجا همه بحث روشنه؟ یه حرکتی از این کله ها دیده بشود. خب این که بالاخره تازه از خواب پا شد، همه چی روشنه اینجا؟ بذارید من تا اینجای کاری یه آمار رو شما بدم برای توی بنچمارک خاص وضعیت always not taken فکر میکنید در چند درصد موارد درسته؟
من ساعت رو به جلو عقب کردم. Always not taken دیگه. ایده تخمین به صورت Always not taken توی تحلیل بر اساس یه بنچمارک مشخص که من مقالش خدمتتون ارسال میکنم، درصد صحتش فقط 40%. 40% درسته. توجه کنید. اون زمانهایی که ما اشتباه هستیم فقط به اندازه دیلی اسلات ضرر زدیم. بحث برانچ پردیکشن مهم و مهمتر میشه زمانی که ما با یک دونه سوپر اسکیلر مواجه میشه. وقتی که ما سوپر اسکیلر نیستیم و پایپلاین تک خط داریم، فقط این پایپه که تعدادی از دستوراتش خط میخوره. ولی اگر من 4 تا مسیر 6 تا مسیر هم عرض و موازی داشته باشم، یه پردیکشن اشتباه میتونه چندین دستور رو در همه مسیرها خط بزنه. الان شما بحث سوپر اسکیلر نکردم، وارد این محاسبات نمیشم، ولی جلوتر حساب میکنیم که اگر من یه دونه پایپلاین داشته باشم، یه دونه پایپلاین سوپر اسکیلر داشته باشم، به ازای هر 1% افت سرعتم چه مقدار زیاد خواهد بود. یعنی من با سوپر اسکیلر توانستم حجم زیادی از دستورات اجرا کنم، ولی از اون طرف هم خط خورده ها و عدم اجرا ها و فلاش شده ها هم زیاده. و وقتی این زیاد میشه، در واقع این اثر چند برابری سوپر اسکیلر هم در زمان خوب به نفعمه، هم در زمان برنج شدیداً به ضرره. لذا این عدد اصلا تو این حدود اگه بخواد بمونه، کل اصلا سوپر اسکیلر میره زیر سوال، چون درصد برنج ها قابل توجهه. درصد برنج ها به صورت متوسط توی برنامه هایی که خیلی کنترلی هستن صحبت 20-25%، یعنی هر 4-5 دستور یکی چه برنچه. توی دستورات محاسباتی خیلی کاهش بده کنه، مثلا میاد در حد 10%. یعنی من حجم قابل توجهی برنچ دارم، من نمیتونم دائما شروع کنم خط زدن. اگه قرار باشد من پایپلاینمو دائما دارم خط میزنم و از همه بدتر مسیر سوپر اسکیلرمو دائما دارم خط میزنم، هیچ پرفورمنسی نگرفتیم. محاسباتو بذارید بعداً در موردش صحبت. اگر من بیام، شاید بهتر بود من اینجا در واقع یه حالت میانی هم می نوشتم. شاید مثلا وضعیت 4.1 این است که بیام بگم always taken. always taken ها معکوس اون باید باشه دیگه، میشه 60%. یه ایده‌ای وجود داره که من توی حلقه 4 دارم اینجا یه شرطی رو بررسی میکنم که برگردم. توی حلقه ایف دارم یه شرطی رو بررسی میکنم که به سمت آینده باشه. اینو هنوز یه لحظه نگه دارید. یه روش شیشی هست، میگه کامپایلر و یوزر هیچی به من نگه. بعد دیسی جایی چیز تو پرانتز بگم. یکی از عوامل پیش برنده این ایده ها X86. ما تو X86 ناخواسته قسم خوردیم دستورالعمل هامون همیشه با گذشته کامپتیبل باشه. گذشتگان ما هم خبر نداشتن که ما یه روزی گرفتار پایپلاین و پردیکشن و دیلی استات و غیره میشیم. لذا هیچ کدوم از این فیچرها رو پیش بینی نکردن. این در واقع اگر ما بخوایم یک دونه مجموعه دستورالعمل قدیمی رو پیاده سازی کنیم که در اون هیچ گونه پیش بینی پردیکشن نشده، فقط می توانیم به صورت استاتیک در واقع یک اقدامی انجام بدیم. پردیکشن هایی که بخواد وسط عرض به خدمت شما، عذر میخوام،
دیگه امکان این که چند تا دستور داشته باشیم و مفهوم دستورات رو عوض کنیم و به یوزر بگیم برنچ ها دیلی دارند رو نداریم، چون یه روز نسخه نوشته شده تو ساختار نان پایپلاین این دستور برنچه، دیلی استاتش هم مورد تایید نیست. لذا فضای ما چیه؟ فضایی است که بریم سعی کنیم یه مقدار داینامیک و رو هوا حدس بزنیم دستورات چگونه است. یکی از حدس های ساده، اگه من بخوام دقیق تر صحبت کنم، این شاید اولین عنصر خانواده دستورات داینامیک برنچ پردیکشن باشه. میگوید که بکوارد ها تیکنن، فوروارد ها not taken. ولی بود به سبزه هم آراسته شد. حالا بعد بیایم تازه بکوارد و فوروارد رو هم بررسی کنیم. بکوارد و فوروارد چیه؟ آیا پرش به دستورات قبلی است از این جنسه؟ تخمینا. یا این که نه، عرض به خدمت شما، پرش از این جنس. بکوارد و فوروارد چگونه میتونیم بررسی کنیم تو میپس؟ یه تفریق بکنیم و این حرفا خودش میشه یه پروژه دیسپلیسمنت دیگه. پی سی ما یه دیسپلیسمنت داره، آدرس مطلق نداره. اگه قرار بود آدرس مطلق داشته باشه، وقت میشد خودش یه پروژه که آدرسی که میخواییم پرش کنیم با پی سی جاری مقایسه کنیم چه اتفاقی میفته. درست شد؟ خوشبختانه پرشمون بر اساس پی سی است، چون بر اساس پیسیس و دیسپلیسمنت صراحتاً به عنوان یه دونه عدد سایند به شما داده شده، علامت سایند به من میگوید که اگر علامت منفی باشه من دارم بکوارد پرش میکنم، اگر مثبت باشه دارم فوروارد پرش میکنم. بیام بکوارد ها رو تیکن فرض کنم، فوروارد ها رو نات تیکن فرض کنم. علارغم این ابتکار تو این بنچمارک این قضیه به 65% بیشتر نیست. بایستی ما واقعا یه آمار دقیقی از درصد این برنچ ها و این برنچ ها داشته باشیم. تقریبا همه بکوارد ها همین هر جا بوده دیگه، چیز دیگه ای که معمولا تو خدا نیست، مگه این که همین ایفا خیلی اشتباهی داشته باشیم. من ترجیح میدم به چیز مراجعه کنیم، حقیقت به بنچمارک و پیپر مراجعه کنیم، حقیقتش بیش از این نمیتونم چیزی بگم. دقیقا، من هم صحبتم همینه. فقط من یه لحظه به یه چیزی شک کردم که اون شک درست نیست، اینه که آیا به تعداد برنچ ها داره میگه یا به تعداد تحققش، صحبت سر تعداد تحققش در واقع اونایی که اجرا میشه. یه دونه لوپ 100 بار داره، 100 بار داره برنچ انجام میشه. برنچ شرطی متوالیسته، خوشبختانه نه. مثلا تو پرانتز همینه بگم، شما یکی از توی جامپ این گرفتاری رو داریم. توی جامپ مسئله ما این است که یه دونه برنچ چی؟ جامپ با رجیستر، اونجایی که ما میخواییم آدرس پرش رو حساب بکنیم کار رو سخت میکنه. ببین جامپ با رجیستر یه جوری دوباره از همین جنس، بایستی رجیستر آپدیت بشه و تمام بتونم جامپ. خب بعد توی خانواده از برنچ پردیکشن ها که واقعا برنچ نیست، در واقع جامپ رجیستر پردیکشنه،
میاد دوباره سابقه اینو حفظ میکنه، روی این تخمین میزنه، روی این میره اجرا میکنه. اگر رجیستر اون مقدار نبود میده دوباره خطش میزنه. چون شبیه این بحث رو ما اونجا هم داریم. خب اگه فرض بکنیم که من پردازندم این امکان رو داشته باشم که به من هم دستور برنچ بده هم دستور برنچ most likely بده، در واقع من از بیرون پردیکشن رو وارد بکنم، شاید اولین جایی که هر دوتا حالت داره وارد بازی میشه چیه؟ اینجاست، تو حالت استاتیک. اینجا همه رو گفتیم not taken، اینجا همه رو گفتیم taken، در اینجا داریم میگیم خیر. کامپایلر و مصرف کننده میگه کدوم برنچ رو taken فرض کن، کدوم برنچ رو not taken فرض کن. بهترین راهش هم چیه؟ بهترین راهش هم این است که ما بیایم این کد رو بارها و بارها و بارها اجرا کنیم، یه آمارگیری دقیق انجام بدیم، ببینیم این برنچ ها کدوماش تیکنند کدوماش نات تیکنند، اون رو به عنوان آینده همیشگیش قرار بدیم. این اتفاق که افتاده عددمون به بیش از 75% نرفت. تا زمانی که پردازنده ها پایپلاین های غیر سوپر اسکیلر داشتن از همین روش ها استفاده می شد، خصوصا روش BTFN یا بعضی ها بهش میگن BTFNT. روش BTFN و روش BTFNT خیلی چیز داشت، خیلی طرفدار داشت. فراموش نکنید که X86 همچین دستوری نداره. من جاد یه پردازنده جدید درست بکنم. لذا شما تو سابقه پردازنده ها که میدید تو زمان مثلا پنتیوم و پنتیوم پرو که اینا هنوز یک دونه پایپلاین داشتن، ولی پایپلاین یه خط پایپلاین داشتن، سوپر اسکیلر نبودن، عرض به خدمت شما زندگی خودشون با بی تی اف ان انجام میدادن میگذشت. جلوتر که بریم خواهید دید که چیز استاتیک پردیکشن یه جایی دیگه هم یه خاصیت داره که در موردش باید صحبت کنم. نه، این واقعیت این است که به صورت داینامیک باید بهش نگاه کنیم، ولی اسم داینامیک گذاشتن روش هم خوب نیست، برای اینکه یه جور فرار مثل اینه. بذار اینو بردارم، شاید این جمله رو دقیق نگفتم. تو دنیایی که من نمیتونم دو تا دستور داشته باشم، یک کلکش این است که من بیام بگم چی؟ یک کلکش این است که من بیام با برنچ رو با برنچی است که در واقع always not taken-ه اینو بهش بگم forward نگاه کن، برنچ most likely رو بکوارد دیگاه کن. فکر کنم منظورم دقیق نتونستم منتقل کنم. ما یه دنیایی داریم که نمیتونیم بریم ISA رو عوض کنیم. توی پردازنده ها مشخصا یه ورژن از MIPS این دستورات رو داره، اگه اشتباه نکنم PowerPC هم داره، اینو جمله دوباره مطمئن نیست. اگه ما میخواستیم یک دونه پردازنده جدیدی طراحی کنیم و پیاده سازی کنیم، چه بسا خوب می بود که می آمدیم و در اینجا دستور برنچ و برنچ لایکلی رو درست بکنیم. ولی یه پردازنده‌ای داریم که این امکان رو ندارد، برای اینکه این رو بهش کپی بکنیم یک راه میان بود، یه کلک این است که بهش بگیم من آنچه که فوروارده یعنی دیسپلیسمنت هم مثبته، اون رو به عنوان always not taken نگاه میکنم، هم عرض برنچ نگاه میکنم، و آنچه که بکوارده دارم به عنوان most likely نگاه میکنم. لذا به یه شکلی به قضیه نگاه کنیم، 5 و 6 رو میتوان یک خانواده نگاه کرد، اگرچه از نظر عرض به خدمت شما ماهیتی دو تا سرفصل متفاوت است.
من این چیز بگم، این پیپر که خدمتتون بفرستم، مقاله‌ای که این کارو کرده آمده و تحلیل کرده که اگر امکان این وجود داشت که یک دونه پردیکشن خیلی خوبی داشته باشیم، در این بنچمارک بیش از 96% صحت ممکن نبود. این الان برمیگرده به پیپر. میخوام بگم که این عددهای 75% رو سقفش رو نبایستی 100% نگاه کنید. بهترین حالت رو بایستی 96% بگم. این برای اینکه این بحث کامل بشه. دسته مهم و دومی از برنچ ها تخمین های پرش به صورت کاملا داینامیک. داینامیک برنچ پردیکشن چرا اهمیت پیدا میکنه؟ یک، چون استاتیک برنچ پردیکشن به ما نتوانسته است تخمین های قوی بده. دو، ما یه مجموعه پردازنده هایی داریم که از درونها اصلاً قابلیت استاتیک برنچ پردیکشن پیشبینی نشده و بهترین هنری که تونستیم خرج بدیم این بود. سه، طبیعت برنامه ها داینامیکه. طبیعت برنامه ها استاتیک نیست که من یک بار تحلیل کنم برای همیشه بتونم پردیکشن صحیحی داشته باشم. لذا طبیعت برنامه، یه مثال زاده بزنیم، یه حلقه 100 تایی 100 بار یکی از پرشاش یا تیکنه یا نات تیکنه، مستقل از اینکه کد چگونه کامپایل شده باشه. یه حلقه 100 تایی 100 بار شرطش محقق، یک بار نامحقق و از این خارج میشه. درست شد؟ پس این داینامیسیتی کجاست؟ داینامیسیتی دقیقاً اینجاست که من وقتی وارد این لوپ میشم یه شرطی دارم که میتواند 100 بار محقق باشه. اگه یه جوری اینو تشخیص بدم، توانستم چیکار کنم؟ توانستم یه پردیکشن خوبی داشته باشم. توی داینامیک برنچ پردیکشن ما چه امکاناتی احتیاج داریم؟ امکاناتی که همه جا وقتی این سرفصل رو باز کردیم، یک، امکان فلاش بایستی داشته باشیم. دو، آلترناتیو پی سی رو بایستی داشته باشیم. اگه تخمینمون اشتباه است با کدوم پی سی ادامه؟ همراه آلترناتیو پی سی یه واحدی که یه جوری توی دیکوده، یه جوری توی قسمت فچه، عرض به خدمت شما که بایستی پردیکشن رو اعلام کنیم به واحدهای بعدی که اینا خبر داشته باشن که آیا ما داریم طبق پردیکشن عمل میکنیم یا خیر. اگر نه بایستی دستورات خط بخوره، یعنی این فلاشه بایستی بدونه که در چه صورت بایستی فلاش بکنه. چیز مهمی که اینجا اضافه میشود سابقه برنچ هیستوری. برنچ هیستوری رو بعضی تو واحد فش نگه می‌دارن، بعضی تو واحد دیکود نگه می‌دارن. بالاخره یکی از این دو محل جایی است که بایستی سابقه برنچ‌ها حفظ بشه.
جانم. یکی از سرفصل، یکی از روش های عرض به خدمت شما فرار از برانچ پردیکشن رسماً لوپ آن رولینگ. شما بهش بگید کات اند پیست کن، کپی اند پیست بکن. اگه من میخوام یه لوپی رو 10 بار تکرار بدم، 10 بار تکرار کنم و میدونم این 10 باره، اگه بیام این کد رو به قول دوستتون 10 بار پشت سر هم کپی ام پیس کنم یا این لوپ رو آنرولش کنم، بازش بکنم، دیگه هیچ برنچ رخ نمیاد و هیچ میس پردیکشنی و هیچ پنالتی رخ نمیاد. درسته حرف ایشون یا خیر؟ درست شد؟ لذا این روش میره جزوان میره کلن جز خانواده های نرم افزاری. در واقع هاردویر اینجا هیچ اقدام خاصی انجام نمیده. الگوریتم‌های مشخصی برای لوپ آنرولینگ وجود داره. حتی این امکان وجود دارد که شما در واقع شما لوپ رو به صورت عادی بنویسید و مثلا کامپایلر بیاد این رو 3 تا 3 تا کپی کنه. یه لوپ 100 تایی رو بخوایم 100 بار کپی کنیم خیلی زیاد میشه. ولی بیاد مثلا 3 تا 3 تا کپی بکنه. درست شد؟ در این صورت یه لوپ 100 تایی رو تا 99 تاشو 3 تا 3 تا بره، 1 یا 2 تاش رو عرض به خدمت شما تکی بره. کانسپت لوپ آنرولینگ یه روش مستقل معتبر نرم افزاری برای فرار از برنچ. ولی برنچ همیشه تو لوپ ها نیست دیگه، جاهای مختلفه، خیلی اوقات هم شرط ها شرط های داینامیک. این شما توی وایلی که دارید، دوی که دارید، حتی حلقه های فور لزومن اندیسشون استاتیک نیستن. اینو داشته باشید. توی پردازنده های امروزی مشخصا AMD و اینتل مدارهای خاصی میذارن برای تشخیص داینامیک لوپ، یعنی در واقع دنبال پترنای خاصی هستن توی عرض به خدمت شما که لوپ ها رو بتونن استخراج کنن. من وقتی بحث برنچ هیستوری رو بکنم شما بعداً هم خواهید دید کماکان مسیر برنچ پردیکشن گرفتار این واقعیت است که اطلاعاتش داره اینجا خونده میشه ولی اطلاعاتش اینجا داره آپدیت میشه، یعنی هنوز یه همچین لگی بین اینا وجود داره و یه همچین پردیکتورهایی وقتی که لوپ ما خیلی کوتاهه عمل نخواهند کرد، برای اینکه تا میاد اطلاعاتش آپدیت بشه لوپ دوم و سوم و چهارم چرخیده. لذا برای تشخیص تشخیص هاردوری لوپ ها به صورت داینامیک هم پردازنده ها مدار دارن. یعنی ببینید ایده چیه؟ ایده این است که من یه سوپر اسکیلری دارم که هر کدوم از اینا رو بخوام خط بزنم، هر مجموعه رو بخوام خط بزنم، دارم خسارت زیادی میخورم. در بعضی از شرایط اگر ما پردیکشن خوبی نداشته باشیم، یک دونه سوپر اسکیلر 4 مسیره هم عرض یه دونه پردازنده مالتی سایکل میشه. یعنی انقدر ما هی شروع کردن خالی کردن که هیچ پرفورمنسی نمیگه. لذا در ضمن اینکه روش نرم افزاری برقراره، مشخصا برای لوپ ها روش های هاردوری تشخیص و اقدام هم وجود داره. توی داینامیک برنچ پردیکشن ما معمولا یه سابقه ای از دستورات قبلی رو بایستی نگه داریم. اولین مسئله که پیش میاد چیه؟ اولین مسئله که پیش میاد این است که فضای کلی اجرایی من میتواند 2 به قوه 30 کلمه باشه. و اگه قرار باشد من اینجا هیستوری به ازای همه 2 به قوه 30 تا انتخاب بکنم، کار غیر ممکن. خودش میشود حل مسئله با یه پروژه جدید. ولی از اون طرف اجرای ما در حیطه‌های مشخصی از کد داره پیش میره. یعنی وقتی شما کد رو دارید اجرا میکنید، این کد کم و بیش منطقه به منطقه است. دو، لزوماً همه دستورامون برنچ نیست.
لذا یکی از نکاتی که اینجا مطرح می شود این است که بدون اینکه کاری داشته باشیم محتوای این چیه، برنچ هیستوری ما با چند بیت از پی سی آدرس بشه. اینه که چند تا انتری داره یک از پارامتراست. ما قطعا توی این ساختار یک و صفر نداریم، این فرزند 2 تا 12 ممکنه این جدول ما فقط 1024 تا انتری داشته باشه. معنیش چیه؟ معنیش این است که من میتوانم 1024 تا آدرسی که پی سی پایینشون با هم متفاوته و برنچ هستن سابقه شون نگه دارم. این عدد امروز علی‌رغم همه پیشرفت‌ها تو رنج 64K و حد اکثر یه پردازنده 256K تو ذهنم. این عدد نمیتونه خیلی زیاد باشه. این یه حافظه خیلی خیلی سریع است که بایستی همزمان فش به من پاسخ بده. اینه همزمان خوندن دستور از کش بایستی به من پاسخ خوب باشه. توجه کنید که فراموش نکنیم ما میخواییم با پایپلاین پرفورمنس بگیریم. اگر قرار باشد یه پایپلاینی درست بکنیم که برای دیتا فورواردینگ، برای پردیکشن، برای بقیه قابلیتاش کلاکمون شروع کنه به نصف شدن و یک چهارم شدن، هیچ پرفورمنسی نگرفتیم. آزار نداریم که اینا رو بخوایم اضافه کنیم. بایستی اینها با اون سرعت بالا کار بکنن و اثری نگذاشته باشه. پس معمولا هیستوری با یه قسمتی از پی سی آدرس دهی میشه. ساده ترین هیستوری چی میتونه باشه؟ دفعه قبل پریس کرده یا خیر؟ یعنی من توی این برنچ هیستوری یه چیز دیگه هم بگم طبیعی است. اینجا اگر از قضا 2 تا برنچ در قسمت پایینی پی سی با همدیگه شریک باشند، سابقه این دوتا با همدیگه تداخل میکنه و میتونه کلن پردیکشن ما رو خراب بکنه. این واقعیت است که بایستی بپذیریم. برای اینکه این جدول نمیتونه خیلی بزرگ. ساده ترین جدول چی میتونه باشه؟ یه تعداد از پی سی بیاد اما به ازای این صرفاً یک بیت داشته باشه. این یک بیت اصطلاحاً یه همچین استیتی داشته باشه. این یک بیت میتونه یه دونه استیت ماشین 2 بیتر نشون بده. اینجا وضعیت تیکنه، اینجا وضعیت نات تیکنه. اگر تیکن هستیم یعنی ما پردیکشن جاریمون تیکنه. این نقطه اول از کجا اومده یه لحظه نگه دارید. تشخیص پردیکشن فعلیمون تیکنه و دستور جاری هم رفت و تیکن بود، پس تو همین استیت میمون. این ایده ایست که دوستون گفتن. فقط میخوام سابقه قبلی رو نگه دارم. اگر الان تیکن بودیم، پردیکشن تیکن کردیم، از قضای خراب در آمد، با نات تیکن از این به بعد میگیم با نات تیکن. تو اخت کردی خیلی اوقات تلخه یا اینا سخته یا من دارم شده بر میگم یا هیچ کدوم میایی با من؟ خب همین که به من اخ نکردی من خوشحالم. اگر تخمین جاری ما نات تیکنه، اینی که نات تیکن تخمین زدیم کماکان نات تیکن بود، تو همین استیت میمونی. و اگر نات تیکنه برسیم به تیکن، ببخشید، اگر نات تیکنه یک دونه تیکن تخمینمون نات تیکنه ولی تیکن شد، بریم از این بعد اونو تیکن اعلام میکنم. یک بیت میخواد. این هم اصطلاحاً FSM یا اتومات هایی است که داره تغییر وضعیت میده. یه سوال، توی داینامیک برانچ پردیکشن این سوال پیش میآید که ما اولین تخمین رو از کجا بزنیم؟
اولین تخمین رو چگونه شروع کنیم؟ اولی که من به این نقطه رسیدم، حالا فرض بکنید که یا پی سی رو روشن یا سی پی رو روشن کردم یا توانستم حدس بزنم که پی سی از اینجا عبور کرده و یک تونه پی سی جدیدی به اینجا آمده، یکی از نقاط این است که خب اولین بار من تیکن باشم یا نات تیکن باشم. در مورد اینکه اولین وضعیت این جدول تیکن یا نات تیکن باشه، معمولا از استاتیک برنچ پردیکشن استفاده میشه. تو خیلی خیلی سادهش میگن آقا جان آلویز یا تیکن یا نات تیکن. یه خودی بخوان پیچیده تر باشن میرن از بی تی اف ان استفاده میکنن. اگه خیلی علاقه من باشین یه مقاله خیلی در واقع یه گزارش خیلی خیلی مفصلی هست، چند ده صفحه است که میاد لیست میکنه دونه به دونه پردازنده ها سایز تیبلشون چیه، اتوماتوشون چجوریه و اینیشیالش چیه. یه سری از اینا آلویز تیکنن، یه سریشون آلویز نات تیکنن، یه سریشون بی تی افنن. ما برای نقطه شروع مجبوریم استاتیک برخورد کنیم. نه علی، اون به قول معروف گرفتن اون گرمهای آخره. اولا یادآوری میکنم این خوندن ازش و آپدیت شدنش کماکان داره در دو استیت رخ میده. اگه من اینجا پردیکت بکنم دو سه سیکل بعدتر بر اساس اینکه اینجا اعمال بکنم یا اینجا اعمال کنم، دو یا سه سیکل بعدتر میفهمم که پردیکشنم درست است یا غلطه. و اگر به هر دلیلی قبل از این دو سه سیکل دوباره همینجا یه برنچی بشه، من دارم اطلاعات کهنه رو میخوام. اگه توی سیستم باشین پایپلاینش طولانی باشه، باشه 15 استیج و فاصله خوندن تا فاصله نوشتن دوباره این فاصله رو پیدا کنه، خود این متهم می شود به اینکه خودش هازارد داره، ولی دیگه نقطه آخری است که ما کاری نمیتوانیم بکنیم. برای همین است که خصوصا برای لوپ های کوتاه پردازنده ها میان فکر جدیدی میکنن. خب ساعت چنده؟ 5:09 دوره این ساعت ما وایساد و این اتومات ها خوبیش چیه بدیش چیه؟ حالا قبل از این آمار بدم، این اتومات ها توی اون بنچمارک عددش رسیده فقط به 80%. در واقع همون چیزی که گفتیم چند بار این رو ران کنیم آماده بگیریم در هاردویر کار انجام بدیم. ولی تازه یه اتوماتیک است که با یه کشمش گرمیش میکنه، با یه قوره سردش میکنه. فقط داره یک دونه قبلش رو میبینه. یه حلقه فور 100 بار درسته، برای 100 بار درست بودنش ما اولش بس یه حلقه فور رو فرض کنید 2 بار داره اجرا میشه، یه دونه فور تو در تو رو در نظر بگیرید، دو تا فور تو در تو، فور داخلیه 100 تاییست، 100 بار درسته، 100 بار غلطه، 1 بار درسته که ازش میاد بیرون. یک جا ما داریم میس پردیکشن میکنیم، ولی این میس پردیکشن ما میره پردیکشن آینده من رو هم عوض میکنه. لذا تو حلقه داخلی وقتی دوباره وارد فور میشم، اولین این هم چی شدن؟ اولین این هم میسپردیکت شده، 99 درست شده، آخرش دوباره میسپردیکت شده. میگم خیلی زود تغییر وضعیت داده. انشالله این اتومات رو یه خود پیچیده ترش چون که اون 80% بیشتر بشه، بعد میریم سراغ تشخیص پترن های دیگری از صحت و عدم صحت که انشالله برای جلسه بنده. متشکر. اگه سوالی هست بفرمایید.